رئیس اتحادیه آرایشگران زن مشهد گفت مجبوری محدودیت‌ها را اجرا کنیم و گفتند چرا در شهر امام رضا زنان اپلاسیون کنند. خب کم کم وقتشه که پدر معنوی مردم مشهد یه سخنرانی کنه، بگه هر کی موی زائد نمیخواد باید از مشهد بره یه شهر دیگه، اونجا هم کنسرت بره هم پشماشو بزنه. به هر حال همونطور که داخل خودرو حریم خصوصی محسوب نمیشه، داخل شورت مردم هم مکان عمومیه. راه اندازی گشت نظارتی کاشت ناخون و اپیلاسیون در مشهد. یعنی قراره به زودی در کنار گشت ارشاد یه گشت پشمات هم راه بیفته تو مکانهای شلوغ، شلوار مردم رو بکشه پایین، هر کی زیر بغلش ستیق بود رو به جرم بد پشمی ببره. من فقط میترسم چند وقت دیگه گفتن حاجی پشمام هم توهین به مقدسات محسوب بشه. برای موهای اضافی که موهایی هستند که همه جامعه داره، بهتره که لیزر استفاده نکنیم. از وسایل خیلی ساده تر برای موهای اضافیمون میتونیم استفاده کنیم. اصلا چه نیازی به لیزر هست؟ چرا هزینه الکی؟ شما 5 دقیقه، فقط 5 دقیقه پای سخنرانی یکی از همین اساتید طب سنتی بشینید تا آخر عمر از هر گونه لیزر و ژیلت و اپیلاسیون بی نیاز میشین. برای داروی موهای زائد میتونن پوست باقلا را له کنن، مرتب روی محل موی زائد بمالند، انشاءالله دیگه اصلا مو رشد نکند. پوست باقالا. من مطمئنم چند روز دیگه اتحادیه میوه و تربار مشهد یه ابلاغیه میزنه به سبزی فروشا و فروختن هر گونه باقالا رو هم ممنوع میکنه. دیگه هر کی خواست شیو کنه باید زنگ بزنه به ساقی واجبی براش تو مشمای مشکی نیم کیلو باقالی بیاره.